پرورش، تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان. برنامه از دکتر فرهنگ هلاکویی. بینندگان ارجمند، دوستان گرامی، تا کنون سخن درباره شرایط و موقعیتی بود که اگر فرزند من و شما در 14 ماه اول زندگی در اون قرار بگیره از سلامت روانی برخوردار خواهد بود. اجازه بدید که قبل از پاسخ دادن به پرسش های شما سخنی هم درباره تولد داشته باشم. مسافری خسته خواب‌آلوده بعد از 9 ماه به دنیا و جهانی قدم می‌گذاره که کاملا برای او ناشناخته است، اما برای شما این فرزند سالهای سال هست که شناخته شده، زیرا آرزوی داشتنش رو دارید و همکنون رسیده. نگاه شما، برخورد شما، توجه اول شما برای شما خاطراتی است که هرگز فراموش نخواهید کرد، خاطراتی که برخی از اوقات عزیزترین و زیباترین و بهترین زندگی یک انسان میتونه باشه. معلوم هست که در وقت وضع حمل تعیین کننده اتاق وضع حمل یا افرادی که باید باشند و نباشند فقط و فقط از آن مادر هست. هیچ کسی نه حقی، نه نظری، نه عقیده‌ای در این باره نمیتونه داشته باشه. این جنبه کاملا خصوصی و شخصی از آن مادر است و بس. و اگر مادر انتظار از حضور دیگران داره، در صورت موافقت دیگری معنا خواهد داشت. بنابراین اگر مادری مایل هست که اون رو در خلوت و تنهایی داشته باشه، اگر مایل نیست که عکسی و ویدیوی گرفته بشه، اگر دلش نمیخواد کسانی در اتاق عمل یا حتی بلافاصله بعد از زایمان باشن، همه و همه باید با محبت رعایت بشه، زیرا مرحله‌ای اساسی و خطیر در زندگی مادر در اتفاق میفته و این برخورد اول، این دیدار اول، این هماغوشی اول برای مادر آنچنان عزیز و با ارزش هست که با هیچ حادثه دیگه‌ای احتمالاً قابل مقایسه نخواهد بود. بنابراین حال شما مرتبط است با آنکه بر شما چه گذشته و همکنون چه اطلاعاتی رو به شما دادن و چه افرادی در اطراف شما هستند. اما مسافر خسته خواب‌آلوده کثیف درهم و برهمی دارید که ای بسا چشمان سرخی داره، پلک پف کرده‌ای داره، سینه او بیش از حد برجسته است و ای بسا بدن او رو موی آنچنان پوشانده که شما رو به حیرت وامی داره و اگر احتمالاً از فرصت استفاده شده سر او حالت عادی طبیعی خودش رو نخواهد داشت. اما خوشبختانه همه این حالات ظرف چند ساعت یا چند روز از میان خواهد رفت و شما کودک سالم زیبای خود رو خواهید داشت. تأکید اصلی رو مخصوصاً بر روی موی بدن میکنم که برخی از اوقات مادران اون زمان که اون رو به صورتی که هست میبینن نگران میشن و حال اینکه این موی اضافه همه و همه از میان خواهد رفت و به هیچ وجه نشانه و نماینده موی فرزند شما در آینده نخواهد بود. آنچه که مهم هست بدون تردید سلامت فرزندتونه و اگر از بابت سلامتی خاطر شما آسوده است هیچ موضوع و مسئله دیگری اهمیتی نداره. و مورد دوم جنسیت فرزند است که آیا پسر است یا دختر. به همین جهت است که توصیه روانی این است که اگر می توانید و اشکالی نداره که از جنس فرزندتون قبل از تولد با خبر بشید، حتما این کار رو بکنید. هرگز نگید که امکانش هست و یا اون زمانی که سونوگرافی انجام میشه آلتراساند بگید مایل نیستم که بدانم یا ببینم که فرزندم پسر یا دختر هست. واقعیت مسئله این است که کسانی که میگویند اهمیتی نداره و برای من فرقی نمیکنه ولی مایل نیستم از قبل بدانم، به نظر میرسه که خود رو به نوعی فریب میدن و درگیر بازی هستن که چون از قبل مایل به دانستن نیستن و یا نگران جنس فرزندشون هستن اون رو این گونه مطرح میکنن. به بیان دیگه این که مایلم در وقت تولد هیجان پسر و دختر بودنش رو پیدا کنم، این که برای من پسر و دختر فرقی نمیکنه، از آن معمولا کسی نیست که در حالی که میتونه بدونه که فرزندش پسر و دختره از یک چنین دانستنی صرف نظر میکنه. به هر حال آنچه مهم هست این است که آگاهی شما از قبل به نوع برخورد بهتر و فراهم کردن شرایط مناسب به جهت فرزندتون آماده میکنه. نکته‌ای که برخی از مادران نسبت بهش حساسن این است که کودکی این چنین ضعیف و ناچیز
احتمالاً باید با مواظبت و مراقبت ویژه‌ای در آغوش قرار بگیره و یا احتمالاً با او برخورد کرد. درست است که ظریف است و لطیف است و حساس، اما خوشبختانه شکستنی و شکننده نیست. موجودی است که توان تحمل بسیار رو داره و تازه هر گونه ارتباطی در این زمینه با مادر، در آغوش مادر شیر خوردن و خوابیدن آرزوی او بوده و هست و بنابراین امید این هست که مادر با خاطری آسوده فرزندش رو در آغوش بگیره و آنگونه که مایل هست بدن او رو لمس کنه، سخن به او بگه، او رو ببوسه و خاطرش آسوده باشه که موجودی که همکنون در اختیار او هست از آن اوست، موجودی است که آرزوش رو داشته و همکنون رو در آغوش داره و هیچ قید و بندی رو به هیچ شکل و فرمی نپذیره. تا دهه 70 متاسفانه در بیشتر بیمارستان‌های اروپا و امریکا کودک رو از مادر دور و جدا می‌کردند. فرصتی رو به جهت کودک می‌دادند و مادر که هر دو این دوران و بحران رو پشت سر بگذارند. اما بعداً مطالعات در خصوص حیوانات که دیدن در همون لحظه تولد ارتباطی رو با فرزند خودشون برقرار می‌کنند، وقتی که متوجه شدن مثلا در خصوص سگ‌ها، اون زمانی که سگی رو حتی به مدت کمتر از یک روز از بچه‌های خودش دور نگه می‌دارن، بعداً علاقه و توجهی اصلاً به اونها نمی‌کنه و نقش مادری رو ایفا نخواهد کرد. اینکه مطالعه بر روی حیوانات نشان داد که در همون برخورد اول هست که اون ارتباط، اون اتصال، اون قلاب میان مادر و فرزند و حتی بعداً پدر برقرار میشه و به بیان دیگه در همون آغاز تولد هست که زمینه‌ای به جهت این باندینگ یا اتصال و ارتباط وجود داره. حتی اگر ساعت و روزی از اون بگذره به این رابطه میتونه آسیب بزنه، به اکباره امروز در همون لحظه تولد فرزند رو همینقدر که از سلامت اون مطمئن شدن و آزمایش لازم رو انجام دادن و معاینه لازم صورت گرفت و اندازه‌گیری های لازم به عمل آمد، در اختیار مادر میگذارن و تا زمانی که مادر مایل باشه فرزندش رو در اختیارش خواهند گذاشت. معلوم هست که در یک چنین شرایطی مراقبت لازم مادر فقط و فقط رعایت گردن و سر فرزندش خواهد بود. نوزاد نه عضلات قوی و نیرومندی به جهت نگه داشتن وزن سنگین سرش داره، نه کنترل مغزی در کار هست و نه اصولاً توان این رو داره که از خودش مراقبت کنه. بنابراین تنها کاری که مادر در وقت تولد باید انجام بده این است که با نگه داشتن گردن و سر فرزندش در تمام موارد او رو حرکت بده. حتی وقتی که میخواد اون رو به زمین بگذاره باید مطمئن بشه که تمام بدن به روی زمین قرار گرفته و سر کاملا به روی زمینه و سپس دست خودش رو بکشه. تنها مرحله‌ای که باید مواظبت و مراقبت لازم رو کرد مسئله سر کودک است که گردن او توانایی نگه داشتنش رو نداره و میتونه آسیب جدی رو وارد کنه. مورد دیگه در خصوص بند نافی است که بریده میشه و در نتیجه کودک به نوعی آزاد میشه. این بند ناف رو فقط باید از طریق پارچه یا کتانی که آغشته به الکل سفید هست تمیز کرد. نه احتیاج به پانسمان داره، نه هیچ دارویی رو میخواد، نه هیچ روغنی و یا مایعی رو میشه بر روی اون ریخت. به بیان دیگه تنها راهی که بتونه با سرعت بهبود پیدا کنه و آسیب بعدی رو نداشته باشه بدون تردید آزاد گذاشتن اون بدون هیچ گونه بستنی و پانسمانی و همون گونه که عرض کردم فقط تمیز کردنش در روز چند بار با الکل سفید هست. معلوم هست که در همون آغاز باید به کودک داروهایی و یا واکسنی زده بشه که باید بلافاصله انجام بشه. در خصوص آن که به عنوان سنت هست به جهت پسران، بر اساس باورها و اعتقادات خود عمل کنید، اما از نظر پزشکی هیچ فایده‌ای برای اون مترتب نیست. ولی از اونجا که مسئله نظام باورها و اعتقادات تعیین کننده اصلی و انتخاب کننده واقعی این گونه موارد هست، آنچه که باور و اعتقاد و نظر شما هست رو انجام خواهید داد. مهم این است که در وقت در آغوش بودن فرزند مادر سر فرزند رو و بدن او رو کاملا لمس کنه و ارتباط پوستی رو با بدن حساس محتاج او برقرار کنه. آرام سخن گفتن، شمرده و شفاف حرف زدن، آهنگین با کودک حتی خواندن سبب خواهد شد
که کودک ارتباطش رو با مادر برقرار کنه. کودک انسانی در وقت تولد و چند روز اول تولد میان صداها انتخاب میکنه، یعنی به برخی از صداها پاسخ میده و برخی دیگر رو کاملا نادیده میگیره، و بنابراین ایجاد ارتباط با صدای انسان که برای او از هر صدایی جالبتر و جاذبتر هست، اون هم صدای مادری که از درون شکم مادر با اون آشنا هست، کاملا میتونه به او کمک کنه. به کودک باید نگاه کرد در حالی که صورت شما رو بسیار تار میبینه و 6 ماه طول میکشه تا بتونه مادر رو آنگونه که در بزرگسالی افراد میبینن مشاهده کنه، اما نگاه به او ایجاد ارتباط میکنه و با وجودی که او دیدی حدود 9 تا 12 اینچ یعنی حدود 20 تا 30 سانتی متر داره، ولی همچنان میتونه از محیط اطرافش با خبر باشه. برای کودک بو قوی ترین نیروی ارتباطی هست و میدونیم که این بو مخصوصاً در لایه‌های پایین مغز کنار قسمت احساس و حافظه قرار گرفته و بی خود نیست که هر کدام از ما با بویی به یک باره خاطره‌ای رو بیش از هر عامل دیگری به ذهن میاریم، و به هر حال کودک انسانی در 2 روز اول یا روز دوم توانایی تشخیص بوی شیر و بوی مادر رو داره و بدون اینکه اون رو ببینه حتی با چشم بسته به سمت او خودش رو میکشه. طعم شیر برای نوزاد اهمیت فوق‌العاده‌ای داره و به همین جهت است که توصیه‌ای که به مادران میشه رعایت خوردن غذاهایی رو باید بکنن، و اگر احتمالاً فرزندشون شیر اونها رو دوست داره در غذای خودشون تغییری به وجود نیارن. معمولاً بچه‌ها به 2 غذایی که مادر میخورن برخی از اوقات واکنش نشون میدن و اون رو دوست ندارن، یکی خوردن ماهی و دیگر سیر هست. که کودک انسانی وقتی که اون رو در شیر مادر به خاطر اینکه مادر اون رو خورده میبینه احتمالاً ممکنه از شیر سر باز بزنه. مطلب دیگه موضوع حافظه کودک است که در 1 ماه اول بیش از 2 روز نیست. بنابراین اگر کسی دوروبر کودک بوده و 2 روز در اطراف او نباشه، کودک از او خاطره و سابقه ای نخواهد داشت. و به هر حال کودکی که به این دنیا آمده علاوه بر حواسی که داره در درون خودش دگرگونی ها و تغییراتی رو ناآگاه به وجود میاره که بعداً مبنای زندگی و رفتار او خواهد بود. در اینجا مایل هستم به چند نکته در خصوص مادر اشاره کنم. بسیاری از مادران گزارش میدن که وقتی که فرزندشون رو در تولد یا بعد از تولد در اختیار دارن هیچ احساسی نسبت به او ندارن و درست مانند نوزاد دیگری با اون برخورد میکنن و نه از احساس مادری و یا نوعی ارتباط انسانی و یا حالات ویژه با خبر هست. به هیچ وجه اشکالی نداره و این حالات انقدر عادی و طبیعی است، زیرا بعداً خودش به وجود خواهد آمد و ارتباط و اتصال رو موجب میشه. مورد دوم، بسیاری از مادران هستند که درست در وقتی که باید با این شادی و لذت همراه باشن احساس افسردگی و اضطراب میکنن که همان گونه که عرض کردم ناشی و نتیجه تغییرات و دگرگونی های هورمون هاست و به عنوان یک موضوعی که سابقه طولانی رشد انسانی رو داره عادی و معمولی است. بنابراین اگر چنین حالتی از افسردگی و اضطراب دارید مربوط به تولد هست، اما به هیچ وجه در ارتباط با فرزندتون نیست، و یا ممکنه کار کمی بالا بگیره تا اونجایی که احتمالاً مادر به این نتیجه برسه که چنین فرزندی رو نمیخواسته یا نمیخواد. معلوم هست که این حالات هم با گذشت زمان عوض میشه. دگرگونی هایی که در مادر در وقت زایمان و مدتی بعد از اون پیدا میشه او رو از حالت عادی و طبیعی و یا خودش بیرون میاره و شما غالب اوقات در این گونه موارد با موجودی روبرو هستید که بعد از مدتی احتمالاً وجود نداره و شما رو ترک میکنه و حالت عادی و معمولی ارتباط مادر با فرزند رو پیدا میکنید. البته به این واقعیت باید اشاره کرد که درصد کمی، زیر 10% خانم ها اصولاً ممکن علاقه‌ای به داشتن فرزند و یا حاملگی و یا رسیدن و رفتن به چنین مراحلی نداشته باشند، ولی به هر حال اگر همکنون صاحب فرزندی هستید تقریباً در همه موارد دیر یا زود اون ارتباط و اون اتصال بین مادر و فرزند به وجود خواهد آمد. نکته آخری که مایل هستم به آگاهیتون برسونم در خصوص نام فرزند هست. اگر می دانید که فرزندتون پسر یا دختر هست، نامی رو با توافق خود و همسر انتخاب کنید و احتمالا نظر دیگران رو هم بگیرید، و اگر نمی دونید نام پسر و دختری رو آماده کنید، زیرا به نظر می رسه بهتر اون هست که قبل از تولد فرزند نام اون مشخص و معین شده باشه.
در این گونه موارد نام ساده زیبا، مخصوصا اگر کسی هستید که ممکنه در مناطق دیگر یا کشورهای دیگه زندگی کنید، یا دوستانی که همکنون مثلا در امریکا یا در اروپا زندگی میکنن، نامی رو برگزینن که اولا ساده و راحت باشه و صدا و تلفظ اون برای مردم اون منطقه آسوده و ضمناً معنای خاصی یا معنای بدی نداشته باشه، زیرا برخی از نامها در زبان دیگه ممکنه زشت و یا احتمالاً نامناسب باشه. بنابراین انتخاب این نام اهمیت داره، اما بهتر اون هست که فقط و فقط یک نام رو برای فرزندمون انتخاب کنیم، نه بیشتر از یک نام، و این نام رو حتی به صورت مخفف و کوتاه شدهش در نیاریم. مطالعات نشون میده که وقتی که ما نام ها رو کوتاه میکنیم، فرزند دو نام، یکی در محیط خانه و دوستان و یکی در محیط خارج داره. اون زمانی که بچه‌ها صاحب دو نام هستن، برخی از اوقات بعضی از این صفات رو به این نام و بعضی از صفات دیگه خودشون رو به نام دیگه مرتبط میکنن و نوعی گرفتاری از نظر هماهنگی و ارتباط شخصیتی میتونن پیدا کنن. بنابراین یک نام ساده زیبای مناسب که مورد توافق پدر و مادر هست احتمالاً بهترین انتخاب شما خواهد. به هر حال اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام به قسمت بعدی و یا آخر این برنامه بپردازیم. لطفاً با ما باشید.